دقیقاً در همین روزها که امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم، با زور و اسلحه در خانه‌ها در افغانستان و عراق را می‌شکستند و عروسی‌ها را تبدیل به عزا می‌کردند. در همین روزها آن طرف دنیا در این اندیشکده های امریکایی آنگلا ساکسون ها به این نتیجه رسیدند که در ایران نمیتوان از در رد شد و باید از پنجره وارد خانه ها شوند. فرصت برای آمریکا برای مقابله با ایران و احیای نفوذ خود باقی است و این نیاز به تغییر استراتژیک دارد. استفاده از قدرت هوشمند راه حلی بود که مؤسسات آمریکایی مطرح کردند. قدرت هوشمند یعنی یک ایرانی را وادار کنند آنطور که آمریکایی‌ها دلشان می‌خواهد فکر کنند. این رویای آمریکایی هاست و اسناد راهبردی این کشور نشان می‌دهد برای جلوگیری از فروپاشی آمریکا باید قلب جهان یعنی غرب آسیا غربی شود. این آخرین گزینه امریکایی ها امید اول این اندیشکده است، یعنی تغییر در احساسات، تغییر در باورها، رفتارها و فرهنگ مردم برای براندازی. به طور مثال اندیشکده وودرو ویلسون، حاله اسفندیاری که در فتنه 88 نقش فعالی داشت، این روزها در بخش خاورمیانه آن فعالیت می‌کند و براندازی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دستور کار این بخش است. این مؤسسه این روزها تمرکز ویژه‌ای را بر روی ابزارهای هنری برای ترویج ابتذال، فساد و فحشا دارد، با هدف تحقق انقلاب جنسی. من در کتابم توضیح دادم که در ایران از بدنشون استفاده می کنن برای مقابله با جمهوری اسلامی. Are using a sexual revolution to get rid of oppressive governments. فرهنگ جنسی غرب صادر شده به ایران برای مقابله با حکومت. یا مؤسسه ارتباطات بین الملل هلند، جایی که صهیونیست‌ها نفوذ فراوانی در آن دارند. گزارشی را در آوریل 2013 تحت عنوان ایران و خاورمیانه بزرگ تا سال 2020 منتشر کرد و از نکات جالب توجه آن اشاره به توانمندی و نفوذپذیری زنان جوان ایرانی به عنوان موتور محرک تغییر در ایران تا سال 2020 نام برد. حالا بعد از انتخاب راه حل مقابله با ایران، نوبت به پیاده کردن آن میرسد که مهره‌های ایرانی بهترین گزینه برای این امر هستند. طراحی لباس توسط جریان سازمانیافته و تخصصی ترویج ابتذال ابزاری مهم جهت تقابل و براندازی جمهوری اسلامی. سلطنت طلبها، بهائیان و لیبرالها با حمایت امریکا سرمایه گذار این پروژه ها هستند و آموزش دیده این کار. طراحی هستن که خیلی کوچیکن، مستقلن، کلا سرمایه ندارن، ساپورت ندارن و ما کمکشون میکنیم. تربیت افراد جهت ورود به عرصه هنر تا هنر ابزار هنرنمای تن شود و شوی لباس نمایش ابتذال و برهنگی. با اینستاگرام و فیسبوک تاوزند اپنی و البته ساپورت آن را رسانه های غربی بر عهده می گیرند. تبلیغات توسط گاردین، المونیتور، بی بی سی، دویچه وله آلمان، سی ان ان، فرانس 24 و پای ثابت همه طراحان مد در صدای امریکا. طرفداران مد و فشن از جلوی تلویزیون تکون نخورید. فشن و مد و طراحی مورد مطلوب به فرمی که من میخواستم در ایران نبود. یه اثر سیاسیه. چقدر به این حرکت امیدوار هستید و فکر میکنید در آینده باعث و بانی چه جنبش هایی باشه؟ به ویژه اونایی که در ایران هستن توضیح بدیم مثلا یه برنامه فشن یا شو لباس شامل چه بخش هایی؟ که متاسفانه پای این افراد در کشور هم باز شده و بعضا با مجوز در حال فعالیت رسمی هستن. سوق دادن جامعه ایران به سمت تجمل و مدگرایی، آمیختن پوشش‌های اسلامی با نمادها و طرح‌های غربی و رواج بدپوششی و بی‌پوششی.
بخشی از این واردات طراحی‌های غربی به خلأ وجود طراحان برجسته داخلی برمی‌گردد و بخش دیگری از اون به بی‌برنامگی مسئولین فرهنگی که زمینه حضور و تأثیرگذاری این مهره‌ها رو در داخل کشور فراهم کرده. در گزارش بعدی بررسی می‌کنیم که چطور طراحان سازمان یافته ابتذال و برهنگی طرح‌هاشون رو توسط عناصر داخلی در کشور پیاده می‌کنند.